خب مستند حراج بزرگ رو با هم دیدیم. در این بخش از به اضافه مستند در خدمت دو میهمان عزیز هستیم. جناب آقای آرش انیسی، کارگردان مستند حراج بزرگ، و جناب آقای سید حسن موسوی فرد، کارشناس صنعت. خوش آمد میگم به هر دو بزرگوار و خوشحالیم که در خدمت شما هستیم. آقای انیسی عزیز، از شما شروع کنیم. چرا رفتید سراغ موضوع چای؟ اصلا چی شد که این مستند رو با این موضوع کلید زدید؟ خب شرایط اقتصادی توی کشور، یا من میدیدم که دولت‌های مختلف میان با برنامه‌های مختلف شروع می‌کنن به کار کردن، ولی هیچ کدوم از این دولت‌ها نمیتونستن کمک کنن به اینکه شرایط اقتصادی توی شرایط اقتصادی زندگی مردم بهتر بشه، یا اینکه ما حس کنیم که داره یه اتفاق خوب میافته. یعنی از اول که نگاه کنیم، ما همیشه دولت‌ها یک بهانه‌ای داشتن. الان جنگ، الان مشکل رابطه با دنیا داریم، الان نفت پایینه، الان نفت گرونه، الان. و من حس کردم باید، لااقل به شخصه حس کردم، دوست دارم جواب این سوال رو بدونم که چه اتفاقی باید بیفته، یا چه کاری باید اتفاق بیفته، یا چه کاری نمی کنیم که شرایط ما اینه. من شروع کردم به تحقیق کردن در مورد مشکلات اقتصادی که داریم، یا رسیدم به اتفاقهای زمینه‌ای که باعث شده این مشکلات به وجود بیاد. اما وقتی میخواستم در موردش کار کنم، حس کردم که من هر حرفی بزنم یه سری کلیگویی کردم، که خیلی جا همین حرفا رو دارن میزنن و میگن مثلا ما مشکلمون اینه که واردات داریم، ما مشکلمون اینه که تولید کننده داخلی حمایت نمیشه، ما مشکلمون اینه که بودجه نیست، ما مشکلمون اینه که رابطه‌مون با دنیا خوب نیست، ما مشکلمون اینه که رابطه دنیا با ما خوبه. حس کردم که، یعنی وقتی وارد دل کار شدم، به یک سوژه رسیدم به مثل که چای بود، که حس کردم تمام این بلاها و مشخصه هایی که فضای تولید ما داره تو این تو اشل کوچیک‌تر میتونیم ببینیم به همون قدرت. و خب مستند حراج بزرگ کار. خب آقای موسوی فرد، شما مستند رو دیدین؟ بله. نظر شما در مورد مستند چی بود؟ مستند خوش ساختیه و سعی کرده یه سوژه خوبی رو انتخاب بکنه که بتونه مثلا مسائل تولید رو توی کشور نشون بده. و سراغ تقریبا اکثر آدم‌هایی هم که به این حوزه مرتبطن رفته، مثلا مردم، سراغ مردم رفته، فروشنده رفته، بازاری مثلا رفته، تاجر رفته، تولید کننده رفته و سراغ این بخش رفته. البته یه اشکالش این بود که سراغ دولت خیلی نرفته بود. خب میدونید صنعت چای دولت خیلی نقش گنده ای داره. یعنی یه چیزی وجود داره به نام سازمان چای که بخش زیادی از ارزان به شما مدیریت صنعت چای در کشور هم در ارزان به شما سازمان چای کشور انجام میده. و همین مشکلاتی هم که شما میشنوید، مثلا نمیدونم پول کشاورزا پرداخت نشده، نمیدونم عرض کنم چای صنعتی و و مشکلات این چنینی، انبارهای چایی که مثلا چای توش میخوابه و اینها، نه همون بخش دولتی ماجراست که ما بهش توجه نمیکنیم و مدیریتی که هنوزم درگیر بین بخش دولتی و خصوصی. خب یه مقدار این کمتر توی چیز دیده شده بود، ولی کلیتا سعی شده بود که به عنوان نمونه مسائل یه صنعت توی کشور که حالا به حوزه کشاورزی هم مربوط هستش نشون بده برای خودش. چرا سراغ بخش دولت نرفتید؟ من سراغ دولت رفتم، ولی اینکه مستقیم برم مثلا نماینده های سازمان چای بشونم جلوی خودم و با اونا صحبت کنم، نه، مستقیم اینجوری نرفتم پیششون. مثلا من با جناب حسامی که صحبت میکنم، خودشون نماینده چایکارا هستم و توی تقریبا اکثر جلسات سازمان چای وجود دارن در مورد تصمیم گیری هایی که میشه. یاد سراغ آقای موثقی رفتم که ایشون رئیس هیئت، رئیس سازمان تولید و پخش چای کشور هستن، تولید و بسته‌بندی چای کشور هستن. و خب اونا کسایی هستن که توی اون جلسات حضور دارن، ولی نماینده یه جوری بخش خصوصی هستن. یعنی یک آقای موثقی نماینده صنایع بسته‌بندی چای و آقای حسامی نماینده خود کشاورز هستن. من این سوال رو میخوام از این زاویه بپرسم که حالا به عنوان یک مصداقی شما رفتید سراغ بحث چای و در طول ساخت این مستند هم وقت گذاشتید روش. خود شما جنبندیتون از مشکل توی حوزه چای چی هست؟ مشکل از کجاست؟ مشکل حوزه چای مثل بقیه مشکلای بخش تولید توی کشور،
ما وقتی من با این پیش فرض رفتم سراغ چای که می دیدم توی همه خبرها همه جا میگن که واردات کشاورزها رو بدبخت کرده، یه سری از آدم‌ها با یه سری سودهای خدا تومنی دارن میان وسط کار و به اصطلاح واردات اونا باعث شده که کشاورزها نتونن محصولاتشون رو بفروشن. وقتی وارد کار شدم متوجه شدم که خب این روی قضیه است، ولی مهمترین اتفاقی که وجود داره اینه که اون محصولی هم که داره تولید میشه خیلی محصولی نیست که قابل مصرف باشه. لااقل بخش عمده اون که به سراسر کشور فرستاده میشه جز اون محصول محدودی که توی خود شمال کشور داره مصرف میشه، خب کیفیت پایینی داره. از طرف دیگر کشاورزم داره میناله از اینکه من دولت پول منو داره میده. من مواجه بودم با افزایش حدود 200% قیمت خرید برگ چای سبز توی 2 سال گذشته و ولی کشاورز همچنان مشکل نان داره. نان شب دقیقا نان شبش رو نمیتونه تهیه کنه. یعنی اگر بگیم که یک نفر با نان سیر میشه، افرد نمیتونه به همون نان رو تهیه کنه واسه خودش. خب چه چیزی باعث شده که این مشکلات به وجود بیاد؟ خب خیلی ریشه‌ای تره. شاید واسه اینکه جواب این قضیه سوالو بدیم باید بگیم که چرا تولید توی کشور ما عقیم مونده. این بحث رو ادامه میدیم، ولی آقای موسوی فرد من از اینجا از شما سوال بپرسم که چای ایرانی واقعا بیکیفیته؟ اگر واقعا چای ایرانی بیکیفیته خب باید حق بدیم که چای با کیفیت خارجی وارد کشور بشه دیگه. ببینید چای هم مثل خیلی از محصولاتی که ما تولید میکنیم هم با کیفیت وجود داره توش که ما الان داریم چای هم صادر میکنیم، خیلی از این چایی هم که داره تولید میشه در کشور، و هم بیکیفیت توش وجود داره. اما آیا اینکه بیکیفیتی این چای به گردن مثلا کشاورز هست و یا به گردن کسی دیگه است، این باید بحث بکنیم در موردش. به نظر میاد که سهم کشاورز از بیکیفیتی چای به مراتب کمتر از دولته. ببینید من مسئله صنعت رو و مسئله بسیاری از این صنایع اینچنینی رو از خود حوزه تولیدش نمیدونم، از بازار و محصولات میدونم. ببینید صنعت و فناوری و عرض کنم که اقتصاد مثل قطاره و بازار لوکوموتیو این قطاره. ما لوکوموتیو قطار رها کردیم، میخوایم پیاده شیم از قطار، بیافتیم پشت قطار و پای پیاده این قطار رو هل بدیم. طبیعیه که این قطار اصلا حرکت نمی‌کنه. و مادامی هم که بخوایم اینجوری حمایت بکنیم که هی هزینه‌های سرسام‌آور هزینه بکنیم توی بخش تولید و به بازار توجه نکنیم، بازنده خواهیم بود. الان تو همین صنعت چای دیگه تولید کننده چای تولید می‌کنه چای رو، کشاورز تولید میکنه چای رو، اما میره تو انبار انبار میشه. دولت هم مجبور بخره به خاطر اینکه تضمین داده که من از کشاورز میخرم، حالا یا به صورت خرید تضمین یا به صورت قیمت تضمین، و انبارا پر از چای، چایشون هم فروش نمیره. به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه ما بازار رو رها کردیم. اصلا بازار کسی مدیریت نمیکنه، دولت اصلا هیچ نقش تقریبا در مدیریت بازار نداره. واردات چای که خب خیلی راحت انجام میشه، قاچاق چای به مراتب راحت تر از ارزانبوش هم اون وارداتش انجام میشه. این هم تازه سر جای خودش مشکلی نیست، به خاطر اینکه ما میزان مصرفمون با میزان تولیدمون فاصله خیلی زیادی داره که سیاست ممکن نیست وارداتی صورت بگیره. اما این واردات رو که ما داریم انجام میدیم شفافیتی مثلا توش وجود داره. الان توی همین بازار شما برید کلی چای ایرانی هست که اینها به نام چای خارجی فروخته میشه و کلی چای ارزان بوش هم خارجی به شدت بیکیفیت هست که میاد عرض کنم که داخل کشور و اینا به عنوان چای خوب بازو مردم داره. اصلا شفافیت وجود نداره تو این بازار. کل این تقریبا برندهای چایی که ما الان داریم میشنویم و انواع اقسامش از تلویزیون خودمون هم مثلا داره تبلیغ میکنه، اینا همه چای خارجی هست. فقط مشکلی که وجود داره اینه که برند چای ایرانی به شدت ضربه خورده و کسی چای ایرانی رو به عنوان چای با کیفیت نمیشناسه، مثل برنج ایرانی نیست. چرا همین الان برند های برنج که الان تو کشور وجود دارن دارن تبلیغ میکنن خودشون رو، برنج ایرانی تبلیغ میکنن، مثلا فرش ایرانی، مثل برنج ایرانی، چرا اینو تبلیغ میکنن؟ به خاطر اینکه برند اون کالا ضربه نخورده، همچنان برنج ایرانی برنج مرغوبیه، برندش ضربه نخورده. و الاخر کما اینکه الان شما برنج نامرغوب هم تو بازار دارید، مثلا برنجی که
به عنوان مثلا برنج پرمحصول تو بازار است، اینا برنج نامرغوبه. اما همون برنج نامرغوب به عنوان برنج درجه یک به عنوان برنج ایرانی فروخته میشه، چه بسا برنج های هندی که تو بازار وجود دارن به عنوان برنج ایرانی میفروشن. به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه دولت مدیریت رو بازار نکرده، اون به حوزه رو بازار مدیریت کرده. اما سازمان چای از قدیم کارش چی بوده؟ فکر کرده مثلا سازمان چای مثلا سازمان غله است، دقیقاً همون کارو میکنه، یعنی چای رو از کشاورزان خرید تضمینی میکنن، برمیدارن میارن میدن به یه سری کارخونه ها، بهشون حق العمل کاری میدن، میگن شما اینقدر چای میگیره اینقدر فراوری میکنه من اینقدر پول بهتون میدم. مثل کاری که تو گندم میکنن، گندم میدن به کارخونه آرد، بهشون میگن شما آرد بکنید اینقدر، مثلا به ازای هر کیلو آرد کردن گندم من به شما میدم. تمام شد رفت. خب این که برن چایی که تولید شد چجوری میخواد مصرف بشه، چجوری میخواد تولید بشه، با چه بسته بندی، تو چه برندسازی، تقریبا رو اینها اصلا سرمایه گذاری نشده. این انگشت اتهام اصلی رو شما به سمت دولت میدونید؟ از منظر بازار بله، دولت مقصر از منظر بازار، نه از منظر که لزوما فقط از تولید کننده حمایت نکرده. از تولید کننده حمایت نکردن یه وجه دیگه داره. بحث اینه که دولت قبلی و دولت‌های غرب همه به جای اینکه به فرهنگ سازی در زمینه تولید بپردازن، دارن سعی میکنن صرفاً بگذرونن. یعنی چه؟ یعنی اینکه تولید کننده رو راضی نگه دارن، مصرف کننده رو راضی نگه دارن، بازار رو راضی نگه دارن، وارد کننده رو راضی نگه دارن، بدون اینکه اصلا به این فکر کنن که آیا این قضیه تا کی میتونه ادامه پیدا کنه، تا کی دولت قراره سالی 100 میلیارد تومان هزینه کشاورزی کنه، ازش برگ سبز چای بخره و بعد بره اونا رو تو چای توی انبار توی انبارا بذاره و نتونه اونا رو بفروشه. آقا یه دوره ای اومدن یه برنامه‌ریزی یه راهکاری چیدن واسه چای، گفتن آقا ما اینقدر نیاز داریم، اینقدر مصرف داریم، چای محصولیه که هر نقطه جغرافیایی یه کیفیتی میده. یعنی ایران نمیتونه چای پررنگ تولید کنه، مشخصه چای ایران عطرمونه، ایران دومین چای عطری دنیا رو داره تو همه دنیا. برندهای خارجی که نگاه میکنیم ما داریم وارد میکنیم، فکر میکنیم مثلا چای گلستان میاد چای خارجی تولید مست وارد میکنه، دو غزال داره چای خارجی وارد میکنه، اون دقیقاً رفته چای سریلانکا رو از یک منطقه از یه مزرعه گرفته داره به شما میده، اون میاد این چای رو میگیره، حتی ممکنه با چای عطری ما قاطی کنه و اینا رو با هم دیگه مخلوط کنه به عنوان چای 100% خارجی. خب چای وارد میکنه و میده دست مصرف کننده، مصرف کننده از اون طعمش لذت می‌بره. این تازه چای با کیفیتیه که داره وارد میشه، جدا از اینکه قسمت عمده‌ای که چایی که داره وارد میشه چایای عطری و طعم‌دار و رنگ افزودنی‌های رنگی بهش دادن که چای خیلی مرغوبی هم نیستن. اجازه بدید بفهم نکته ایشون رو عرضم به شما اصلاح کنم. ببینید اصلا مسئله این نیست که دولت با سرمایه خودش وارد بازار بشه یا نشه، اصلا قصه این نیست. ببینید عین همین ماجرا رو گفتم، ما تو صنعت آردمون داریم و گندممون داریم، همین اختلاطی که تو صنعت چای نکته که ایشون میگن که چایای مختلف میاد و بعد با هم دیگه ارزم بو شما اختلاط بشه که چای با کیفیت طول بشه، تو صنعت ارزم بو شما آردمون هم هست. یعنی الان میگن ما گندم خارجی وارد میکنیم، با گندم مثلا منطقه گنبد از اون طرف مثلا شیراز نقاطی میکنیم تا یه آرد با کیفیت طول بشه. تو کارخونه آرد این اتفاق داره میفته، خرید تضمینی هم همونجا وجود داره. ولی این مسئله که ما در مورد کیفیت گندم داریم به مراتب کمتر ارزم به شما تو صنعت گندم هست تا تو صنعت چای. به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه ما تو صنعت چای قاعده گذاری که میتونستیم اعمال بکنیم که کیفیت چای رو ببره بالا، قاعده گذاری اجرا نکردیم. یه بخشش کمکی بوده که دولت میتونسته بکنه، کلی مراکز تحقیقاتی عجز و طویلی که دولت داره توی ارزم به شما حوزه کشاورزی خودش فوق العاده، این فکر نکنم بنظر حوزه کشاورزی بیشتر از این مرکز تحقیقات داشته باشیم، میتونسته کمک بکنه به بالا بردن کیفیت چای، نهال‌های جدید، نمونه‌های جدید و الی آخر کمی که تو گندم کرده، تو برنج کرده، تو این کارا داشته می‌کرده. خیلی اندک حالا ولی خب انجام داده. این یه کمک بوده. یه کمک دومم این بوده که ما برای خریدی که هم که از کشاورز داریم انجام می‌دیم قاعده می‌ذاشتیم. یعنی به اون کارخونه هم که داره خرید می‌کنه میگه اگر چای این با این کیفیت دریافت کردی و با این کیفیت تحویل دادی، من به شما مثلا هزینه بیشتری میدم. قواعد رو به سمت بهبود استانداردها حرکت میدادیم. بله خب مشخصه ما با یه قیمت اگه خرید بکنیم گندم چای رو، با یه قیمت هم از چای ارزمشون تولید کننده چای کارخونه چای تحویل بگیریم. اتفاق نمیفته به لحاظ کیفی که. وقتیه که کشاورز درآمد دیگه هم داشته باشه. ما با یه کشاورزی روبرو هستیم که تمام داراییش و تمام سرمایه‌اش واسه تأمین زندگیش 200 متر 300 متر زمینه.
اولا اصلاح نژاد چایی به این معنیه که کشاورز قرار 3-4 سال حداقل با میزان مثلا 20% 30% برگ تولید کنه و اون کشاورز نمیتونه با 20% از درآمد با 20% درآمد سالیانش یک سالو بگذرونه. یکی این قضیه است، یعنی شرایط چای شرایط خاصیه. ما به کشاورزها با نگاه کنید به این معنی نیست که بودجه تصویب نمیشه برای به اصطلاح کشاورز. پارسال تصویب کردن که هر کشاورز، دو سال پیش تصویب کردن که هر کشاورز باید 3-5 میلیون تومان به هر هکتار چای یارانه بدن واسه بهبرسی زمینا. این پول به تدریج به کشاورز داده شده. آیا این کشاورز رفته اونو هزینه بهبرسی زمینش کرده؟ وقتی تو خصوص به اصطلاح کشاورز به عنوان یک عامل خصوصی به اصطلاح بخش خصوصی داره تولید انجام میده، خب چه این نظارت باید اتفاق بیفته روی بهبرسی چای. و میام که کشاورزی که تنها سرمایه‌اش واسه زندگیش اون 300 400 متر زمینه، خب مطمئناً نمیتونه، اون مشکلات بیشتری داره، دردای بزرگتری داره که اون پول واسه اون خرج میکنه. یه مشکلم انس همین نکته که شما میفرمایید درسته. ببینید خرده مالکی کشاورز و توان پایین کشاورز عاملیه که تقریبا این ارزاموشان بهبودی کیفیت اتفاق نیفته. یعنی سرمایه گذاری هم بکنیم خیلی موقع اتفاق نمیفته. یه بخشی از مشکلم به نظام های بهره برداری هم برمیگرده. ببینید هزینه اولیه‌ای که ما می‌خوایم بهبود کیفیت بدیم رو نباید کشاورز متحمل بشه. بعد دولت بتونه این کار بکنه با اصلاح ارزانبوشما نژاد و اصلاح نظام بهره برداری. ما الان تقریبا من ندیدم توی ارزانبوشما حوزه چای که ما مثلا نظام بهره برداری غیر این که کشاورز بکاره بده مثلا به کارخونه و بعد اون کارخونه چای تولید بکنه وجود داشته باشه. اما تو خیلی از حوزه‌های دیگه ما کشت و صنعت داریم و شرکت‌های مثلا سهامی زراعی داریم و اینا جسته کشاورزا رو بالا میاره. خیلی از این هزینه‌های اولیه‌ای که اینها صرف مثلا نوآوری می‌خوان بکنن، صرف بهزرایی می‌خوان بکنن و اینها رو اون متحمل میشه و در این حال یک نظام بهره برداری قوی مثل کشت و صنعت میتونه توی بازار فرود بکنه، سهمی از بازار کسب بکنه. بعد در این حال ما الان موندیم فقط برای اینکه بتونیم یک چای، همین چای سیاه رو تولید بکنیم یا مثلا چای سبز رو تولید بکنیم یا یه چای به نام برند مثلا چای رنگ تولید بکنیم بریم دست مردم. اما بسیاری از کارهای دیگه میشه رو این چای کرد که ارزش افزوده ایجاد بکنه که درآمد کشاورز رو بالا ببره و سهمی هم کشاورز از این قصه ببره. الان کلی از این اگه ما افزایش قیمت یعنی کاری بکنیم که ارزش افزوده پیدا کنه محصول چای، این سودش قراره به کشاورز برسه. اتفاقا بوده تو نظام بهره برداری نمیرسه. معمولا ما هر کاری که میکنیم اون سرمایه گذار، حالا چه بخش خصوصی باشه چه دولت باشه، که کشاورز مطمئن نیست، اون داره سودو میبره. اتفاقی که باید بیفته به نظر من دولت باید خودش بکشه عقب و از دور حواسش به صنعت چای باشه، مثل همه صنایع دیگه باید حواسش باشه که اولا شرایطی رو به وجود بیاره که کشاورز به هر قیمتی مجبور نباشه محصولش رو بفروشه. اگر من به عنوان تولید کننده، اگر من به عنوان تولید کننده چای به محصولی که تولید میکنم عشق ورزیدم، اگر حواسم بود، آیا به این فکر کردم که آیا چایی که داره از مزرعه من در میاد میره سر سفره مردم این چای با کیفیتی هست، به این فکر کردم مطمئن. و اگر دولت به این فکر کرد که آیا این کشاورز با این پولی که من دارم بهش میدم داره اموراتش میگذره، خب اگه این دوتا به اصطلاح با همدیگه برابری کنه، خب اون موقع ما میتونیم، اون موقع است که ما میتونیم یه چای با کیفیت داشته باشیم. قضیه اینجاست که مطمئناً اگر دولت اجازه بده برگ سبز چای ایران، برگ سبز خوب ایرانی با قیمت درست خریداری بشه، اکثر این مشکلات حل میشه. من اگه بخوام حالا تا اینجای بحث رو از دید خودم جمع‌بندی بکنم، من فکر میکنم که حالا نظر آقای موسوی فرد عزیز بیشتر سهم این ماجرا رو به دولت میدن و به کمکاری دولت، آقای انیسی عزیز این سهم رو تقسیم میکنن، یعنی میگن اگر دولت مقصر هست خود کشاورز هم مقصر هست و توی این حوزه. حالا اگر من اشتباه گفتم توی بخش بعدی شما تصحیح بفرمایید. بحث ما ادامه خواهد داشت، چالشی تر و سوالات بیشتری هم داریم، اما اجازه بدید یک بخشی رو با بینندگان عزیز بریم ببینیم، برگردیم همراه با دو مهمان عزیزمون همچنان بحث ادامه خواهد داشت.
شرایط مناسب آب و هوایی کشورمان سبب شده تا ایران یکی از بهترین زمین‌ها برای کشاورزی را در اختیار داشته باشد. اما چه چیزی باعث شده که تا امروز نیازمند واردات گسترده محصولات کشاورزی باشیم؟ پاسخ به این سوال یکی از محورهای مورد علاقه مستندسازان جوان است که زمینه را برای تولید چندین مستند کشاورزی توسط این کارگردان‌ها فراهم کرده است. مستند بهشت فراموش شده که قسمتی از مجموعه مستندهای اقتصادی برنامه تلویزیونی ثریا با عنوان عبور از بن‌بست است، به محرومیت‌های امروز و در این حال ظرفیت‌های گسترده کشاورزی در استان خوزستان با محوریت شهرستان شوش پرداخته است. مستند چای ایرانی مجموعه‌ای جستجوگرانه است که به موضوع کشت و تجارت چای در ایران می‌پردازد. با توجه به وضع صنعت چای در ایران و حضور مافیای چای، کشاورزان و کارخانه‌داران این صنعت با ورشکستگی مواجه شدند و این مجموعه معضلات این طبقه از جامعه را به تصویر می‌کشد. مستند مزیت دوم هم روایتی از وضع کشاورزی در ایران و نقش مهم آن برای جایگزینی نفت در اقتصاد کشور است. نمایش فضای اقلیم‌های مختلف آب و هوایی ایران و اثبات امکان تولید محصولات گسترده کشاورزی در کشور ویژگی خاص این مستند است که آن را از دیگر تولیدات در این حوزه متمایز می‌کند. با این حال به نظر می‌رسد هنوز مسائل زیادی در باب کشاورزی در ایران وجود دارد که هر کدام از آنها می‌توانند دستمایه تولید یک اثر هنری جذاب قرار بگیرند. اصلی ترین مشکل چایکاران ایرانی از نظر شما چیست؟ گزینه 1، منافع اقتصادی افراد خاص در واردات چای. گزینه 2، بیکیفیت بودن چای ایرانی. گزینه 3، عدم اعتقاد دولت به حمایت از تولید داخلی. لطفاً عدد گزینه مورد نظر را به شماره 30855 پیام کنید. ممنون که همچنان همراه ما هستید در به اضافه مستند. همچنان در خدمت دو میهمان ارزشمندمون هستیم. بخش دوم بحث کارشناسیمون رو شروع میکنیم. آقای انیسی، ما چند برنامه قبل در مورد مشکلات سیب زمینی کاران یه مستندی رو پخش کردیم. اتفاقا از اون مستندهایی شد که خیلی هم با استقبال مردم به خصوص کشاورزان سراسر کشور همراه شد و حجم بالای پیامکی توی اون برنامه برای ما اومد که در حقیقت حالا خود اون مستند میپرداخت به این که وقتی دولت از ما نمیاد بخره، نمیاد برنامه ریزی بکنه برای اینکه ما چه میزان سیب زمینی بکاریم و با قیمت مناسب از ما بخره، ما جوری متضرر میشیم که در حقیقت داریم وضعیت زندگیمون رو از دست میدیم. این حجم بالای پیامکی هم که اومد از سراسر کشور توی حوزه‌های مختلف اومد، یعنی پیاز، کسی که تو حوزه پیاز داشت کار میکرد پیامک داد ما هم همین مشکل رو داریم، کسی که داشت مثلا تو حوزه چغندر کار میکرد همین پیامک رو داد و همین مشکل توی نمیدونم پرتقال و موضوعات مختلف. من سوالم مشخصا این هست که نقش دولت واقعا به این کمی هست؟ واقعا نقش دولت میشه برابر و پایین تر از نقش بقیه اجزای این پازل در نظرش گرفت؟ به نظر میرسه نقش دولت توی این مدیریت و برنامه‌ریزی باید نقش ویژه تری باشه. واقعیتش اینه که نمیشه در مورد وقتی داریم در مورد کشاورزی صحبت میکنیم همون جوری صحبت کنیم که داریم در مورد تولید صحبت میکنیم. تولید توی همه تولید محصولات کشاورزی یا حمایت از بخش کشاورزی به دلیل اهمیتش در تأمین نیازهای اولیه آدم‌ها تو همه دنیا اینجوریه که دولت‌ها معمولاً پشت کشاورزی هستن. ولی آیا این به این معنیه که دولت‌ها همیشه میان محصولات کشاورزی رو تو همه دنیا تضمینی می‌خرن؟ واقعیتش اینه که دولت‌ها با معمولاً محدود کردن
بازارهای ورود، یعنی ورود به این ورودی‌های این بازار، سعی می‌کنن اجازه بدن به کشاورزها که خودشون محصولشون و کیفیتشون رو در نظر بگیرن، خودشون تأمین کنن کیفیت، یعنی وظیفه تأمین اون کیفیت بر عهده کشاورزه، وظیفه فروش اون محصول هم بر عهده کشاورزه. دولت در مواردی که مثلا خشکسالی میشه، آفتی شایع میشه، سعی می‌کنه با به اصطلاح با باز کردن این ورودی‌های بازار صرفاً نیاز مصرف کننده رو برآورده کنه. به نظر من مشکل کشاورزی توی کشور ما بیشتر از اینکه دخالت یا نبودن دولت باشه، بودن بیش از حد دولته. یعنی اینکه دولت میاد تضمینی و همیشه میگه محصولاتو میخرم. خب نمیشه. البته ببین، به این معنی نیست که وقتی میگه تضمینی میخرم همیشه موقع برداشت دقیقاً همون موقع پولو میده. نه، ممکنه 4 ماه 5 ماه 6 ماه طول بکشه تا اون محصول فروش بره یا اصلا پول دولت بتونه اون هزینه خرید اون محصولات رو تأمین کنه. آقای موسوی، حالا ضمن اینکه حالا احتمالا شما نظراتی هم دارید در مورد بحث آقای انیسی، من میخوام سوال رو از اون ورم بپرسم از شما. حالا واقعا نقش دولت جای خودش، ولی واقعا کشاورزهای ما، حالا من دیگه کلان دارم نگاه میکنم، تو حوزه چای فقط نگاه نمیکنم، واقعا نقش خود اونها و تقصیر خود اونها چقدره توی این ماجرا؟ آیا شما قائلید اصلا تقصیر ندارن، یا اگر تقصیر دارن این خود این تقصیر چه؟ اونها باید چه قدم هایی رو بردارند برای اینکه اوضاع بهتر بشود؟ ببینید، کشاورزا بی نقش نیستن. نکته ای هم که وجود داره اینه که کشاورزا از این منظر میتونن نقش داشته باشن و اینو کمتر ایفا میکنن، اون اینه که یه هویت جمعی و یک همکاری جمعی و یک همکاری مشترکی بین خودشون تعریف نمی‌کنن متأسفانه. یعنی ما تعاونی تولید و از این مدل‌های تجمیعی مثلا خرید یا تجمیع فروش این حرفا داریم، یعنی کشاورزا دور هم جمع شن مثلا محصولاتشون رو با هم بفروشن، از این چیزا داریم، اما هیچ موقع عملیاتی نبوده، یعنی هیچ موقع درست کار خودش رو انجام نداده. این یه مقدار مشکل که ما به لحاظ فرهنگی داریم، ولی این فکر کنیم که مثلا کشاورز رها بکنیم، ما کشاورز به این نتیجه میرسه که این کار بکنه و یا این مسئله حل میشه، نه نیست ها. ما ببینید یه زمانی اول انقلاب مجموعه داشتیم بنام جهاد سازندگی. جهاد تمرکزش روی روستا، مناطق محروم و حوزه کشاورزی و اینها بوده. جهاد چی کار میکرده؟ جهاد میومد در روستا، در منطقه، مردم رو و کشاورزان رو به این نتیجه میرسوند که با همدیگه کار بکنیم. کار رو جهاد تعریف میکرد، حتی کار رو جهاد هم انجام نمیداد خیلی موقع. خود مردم انجام میدادن، خود کشاورزا انجام میدادن، اما جهاد به عنوان کسی که مورد اطمینان کشاورزا بود مدیریت میکرد کار رو و هم هدایت میکرد که کشاورزا اون کار رو انجام بدن. ولی ما دیگه الان چیز به نام جهاد نداریم اصلا. الان کشاورز ما بدون اینکه بهش کسی بهش بگه که چی بکار چی نکار میکاره، چون تصورش اینه که دور سال قبلی برداشت بهتری داشتن، پول خوبی دستشون اومده، مثلا سیب زمینی رو سال مثلا قبل فروختن 500 تومان، مثلا امسال همین سیب زمینی میکارن، قیمت سیب زمینی میشه کیلو 50 تا، چون مازاد ارزان وجود داره، دلالا میافتن به جون اینها با کمترین قیمت میخرن که مثلا نصف اون هزینه هم که کردن اون شاید دریافت نکنن. خب اینجا دولت نقش داره که بازار رو مدیریت بکنه. من مثال ساده برای شما میزنم، اینقدری که مشکل بازار و شبکه توزیع محصولات کشاورزی تو کشور ما وجود داره، شاید هیچ جای دیگه وجود نداشته باشه. ما کشاورزایی داریم توی منطقه جیروف، کشاورز داریم که من میتونم به شما نشون بدم. این کشاورز میگه من یک کشاورز بزرگ 100 هکتار 100 خورده هکتار زمین داره و محصولات فوق العاده زیاد داره، چون کشت گلخانه‌ای داره اینها. من محصولم رو بردم میدون میوه و تربار تهران بفروشم، نتونستم بفروشم، اما همین محصولم رو الان به روسیه صادر میکنم. چرا؟ به خاطر اینکه بازار رهاست. یعنی شما الان اگر یک کشاورزی بازار محصولش رو بخواد ببره تو میدون میوه تربار تهران بفروشه، محصول خوبی هم هست، با کیفیت هم هست، اما نمیتونه بفروشه. قیمت کاملا مشخصه. دلال ها هستن که قیمت رو تعیین میکنن و نحوه خرید رو تعیین میکنن و سودهای کلان هم اونها میبرن. کشاورز خیلی موقع ها به خاطر این ضربه های متعددی که داره میخوره جنسش رو سلف میفروشه. یعنی قبل از اینکه اصلا محصول تولید بشه باغ رو فروخته، به خاطر اینکه بتونه هزینه‌های خودش رو تامین کنه. ایشون کشاورزی کرده میدونه خیلی موقع مجبور شما این کار بکنه، کشاورز مجبور این کار بکنه، به خاطر اینکه بازار مدیریت نشده است. هیچ کس نمیتونه ادعا بکنه که سیب ایرانی بی کیفیت، پرتقال ایرانی بی کیفیت، خیار ایرانی
گوجه ایرانی، سیب زمینی ایرانی، اینا که بیکیفیت نیستن. هیچ کس به خاطر بیکیفیتی محصول ازش نمیخره. اینجوری نیست که نخره. اتفاقا با کیفیت هم هست. اما باز هم کشاورز ضربه میخوره. به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه بازار مدیریت نمیشه. من فکر میکنم ببخشید. اتفاقی داره. من باید این یه کمی کلانتر نگاه کنیم. اینکه دولت چقدر قدرت قانون گذاری داره، یا اینطوری بگم قانونهای اجرای قوانین موجود داره. آیا اگر دولت بگه من مثلا میگم ما 100,000 هکتار باید سیب زمینی بکاریم، بعد به کشاورزها بگی شما این منطقه اینقدر، این منطقه اینقدر، این منطقه اینقدر، کشاورزها قبول میکنن و میرن همین 100,000 هکتار میکارن. قضیه اینجاست که اون کشاورزی که به قانون بدبینه، کشاورزی که رعایت قانون در وجودش درونی نشده، این کشاورز خب مطمئناً به این بیانیه، این دستوری، این بخشنامه که دولت میده گوش نمیکنه. چرا فکر میکنه دولت؟ خب یه سری آدم ها هستن، پارسال سیب زمینی گرون شده، اونا سود کردن و امسال اگه من سیب زمینی بکارم سود میکنم، ولی چون اون آدم ها میخوان خودشون سود کنن، حواسشون هست که من نذاره من کار کنم و به من میگه من تو یه چیز تو برو گندم بکار به جای اینکه. دقیقاً این اتفاق افتاد در مورد گندم. من یادمه دوره مثلا شاید اولین بار که بعد از انقلاب ما خودکفا شدیم توی گندم، اومدن اعلام کردن که آره ما تونستیم مثلا امسال گندم خودمون رو تولید کنیم، ولی در واقع اتفاق همون سال گوشت به شدت گرون شد. چرا؟ چون گندم رو قبلا دولت وارد میکرد و با قیمت پایین تر میداده مردم. گوش مورد حمایت دولت اونقدر به اندازه گندم نبود، یعنی یک کالای خیلی خیلی اساسی نبود که قرار باشه دولت دقیقا همه چیشو به اصطلاح تضمین کنه. جو که قرار بود هزینه دام، یعنی زمین هایی که قرار بود کشت جو توش انجام بشه، این زمین ها اومد اختصاص داده شد به کشت گندم و ما یک به اصطلاح کمبود تو بخش جو پیدا کردیم. دامدارا مجبور شدن جوی گرونتر رو، یعنی جوی که با هزین با قیمت غیر تضمینی وارد میشد و بدن به دامشون و قیمت گوش رفت بالاتر. من فکر میکنم اولا اینکه محصولات کشاورزی تو ایران قدرت رقابت با قیمت محصولات خارجی رو ندارن. ما تو ایران آب یک عنصر کم ما نیاز آبی داریم و آب تو ایران گرونه، یعنی آب ما گرونتر از نفت ما هست. حالا ما داریم با آبی که از نفت گرونتره خیار و گوجه و سیب زمینی تولید میکنیم، گندم تولید میکنیم. اوکی، میگیم محصولات اینا محصولات استراتژیک هستن و ما باید اینا رو بتونیم توی کشور تامین کنیم، ولی به این معنی نیست که میتونیم اگر سیب زمینیمون رو تولید کردیم میتونیم بریم صادر کنیم به کشور دیگه. دولت میتونه بخشنامه بده، میتونه باید به حدی نظارتش رو زیاد کنه که بتونه بگه آقا اینقدر بیشتر سیب زمینی نکارید. چرا؟ چون ما اینقدر انبار داریم، این اندازه تولید داریم و نمیتونیم بیشتر از اینو نگه داریم، درنچه ممکنه این پیاز ما بمونه و فاسد بشه. بحث اینه که و باقی این اتفاقا پیاز باید وارد کنیم، ولی اتفاقی که میفته در عمل اینه که کشاورز بر اساس قیمت‌های سال قبل میاد تمایل پیدا میکنه به کشت یه محصول خاص و خب شرایطی که میبینیم پیش میاد. اتفاقا این که دلال‌ها میان قیمت‌ها رو تعیین میکنن تو همه دنیا، حتی قیمت پول هم توی همه دنیا دلال‌ها، اینکه کم میشه زیاد میشه اون دلال‌ها. حالا دلال که میگیم کارشناس های بازار شاید اصطلاح قشنگ تری واسه اون آدم ها، ولی این آدم ها نمیتونن تضمین کنن که چه میزان محصول قرار تولید بشه، چه میزان میتونیم، ما میدونیم چقدر مصرف داریم، ولی اینکه چقدر قرار تولید بشیم باید به یک نظر. اینجا جایی که دولت باید بتونه به اصطلاح حضورش رو بیشتر کنه. ولی یک کمی بالاتر بریم، چرا کشاورزا گوش نمیکنن؟ چرا مگه ما نمیدونیم چقدر سیب زمینی مصرف میکنیم؟ چرا کشاورزا هر چقدر میخواد کار میکنن؟ من فکر میکنم یک بی‌اعتمادی کلی نسبت به قانون وجود داره و اونم دلیلش اینه که قانون معمولاً واسه افراد خاص تبعات خاصی داره و واسه افراد تبعات قانون واسه همه افراد یکسان نیست. بی‌اعتمادی از کجا اومده؟ من احساس میکنم، یعنی من برداشت خودم رو بگم، شما بگید درسته یا نه، من تصورم اینه که این بی‌اعتمادی رو هم خود همون
حالا دولت اسمش رو می‌ذاریم، قانون‌گذار اسمش رو می‌ذاریم، اون به وجود آورده. یعنی وقتی که کشاورزان ما میگن آقا به ما مثلا سال قبل گفتن اینقدر از زمینتون رو شما تغییر کاربری بدید، مثلا سیب زمین نکنید و ذرت بکنید، اما سال بعد یه دفعه دیدیم خبری نیست، اون رو هم از ما نمی‌خرند. آخه این بی‌اعتمادی ببخشید به قانونه، نه به این بخشنامه. من اگر داخل خیابون برم و ورود ممنوع نه، من اگر ورود ممنوع نرفتم به این بخشنامه رم عمل میکنم، ولی من چون ورود ممنوع میرم به اون بخشنامه عمل نمیکنم. چرا؟ چون دارم میبینم که یه سری افراد ورود ممنوع رو میرن و از عواقب این ورود ممنوع رفتن مبرا هستن، ولی من وقتی میرم فقط مجازات میشم. پس این قانون واسه من هر وقت خب با همون اون کی باید برخورد بکنه؟ با همونی که داره ورود ممنوع میره باز باید کی باید برخورد بکنه؟ خب من فکر کنم نکته‌ای که این تو این حوزه الان واقعا مسئله فساد نیست ها، واقعا مسئله بی‌مدیریتیه. اصلا واقعا مسئله فساد تقریبا اینجا خیلی معنادار نیست. مشکل ماجرا اینه که ما حلقه‌های بعد از تولید محصولات کشاورزی رو تکمیل نکردیم. یعنی کشاورز مجبور خام بفروشه، مجبوره امروز بفروشه. آیا فقط واردات بر عهده دولته؟ یا اینطوری بگم آیا فقط دولته که داره وارد می‌کنه؟ من میگم اینقدر نیاز کشوره، اینقدر وارد میکنم، ولی در صورتی که ورودی فقط در اختیار من باشه، من فقط وارد کنم. قضیه اینجاست که بذارین یکم کلیتر نگاه کنیم به قضیه. من به عنوان یه فلان سازمان داره فلان میزان سرمایه هستم که این سرمایه‌ام نه به دولت که به میتونیم من بگم به بخش به قدرت وابسته است. حالا اگه این بخش بدون اینکه مثلا میگم من به عنوان یه تولید کننده باید مالیات بدم، حواسم باشه به اینکه چی مو از کجا بخرم، این وقتی این دلالی که وارد میکنه با چه قیمتی این محصول اولی مواد اولیه من تامین بشه نشه، آیا وقتی اینو تولید میکنم میتونم فرصت ارزی اونو دارم یا نه. حالا وقتی به قول شما توی فصل سیب زمینی وارد میشه، دقیقاً فصلی که فصل برداشت سیب زمینیه و این قیمت میشکنه، خب آیا واقعا به نظر شما این سیب زمینی دقیقاً داره توسط دولت وارد میشه و قصد نه. دولت اینه که کمر کشاورز رو بشکنه؟ نه قطعاً دولت وارد نمیکنه، دولت بی مدیریتی میکنه و اجازه میده وارد شه. دولت واردات نمیکنه تو این حوزه ها، خصوصا تو محصولات میوه و واقعی، تو محصولات مثل سیب زمینی مثل پیاز اینا دولت واردات نمیکنه. دولت متاسفانه سازوکاراشو اصلاح نمیکنه، در فصلش میاد وارد میکنه. این اشکال کار دولت نمیتونه اجازه جلوی وارداتو بگیره. چرا میتونه ثبت سفارش نکنه؟ نه ببینید مشکل الان اینه، بالاخره دولت سازوکار داره کاملا. الان شما میخواید تو این کشور واردات انجام بدید، جو غیر قاچاق که حالا قاچاق مسئله شده هستن، شما میخواید واردات انجام بدید، بعد بری ثبت سفارش بکنی، بری عرض کنم که به قول اون هزینه ارزی تو تامین بکنی، بری گمرک کالاتو ترخیص بکنی، کلی مرحله بعد انجام بدی، اما اول ماجرا اینه که بتونی ثبت سفارش بکنی. برای دولت تصمیم گرفت در مورد برنج به شدت واردات برنج رو کاهش داد، اتفاق افتاد. بله یه بخشی هم که داره میاد خب بالاخره تحلیلچی و قاچاق و فلان این حرفا وجود داره، اما اون بخشی که واردات رسمی بود دولت در فصل واردات برنج انجام نداد. یه بالانسی بعد بین چیزی هزینه‌ای که مصرف کننده میده بعد کاری که تولید کننده میکنه، کاری که داره تولید کننده میکنه بعد قرار بدیم. بله به این بهانه بعد تمام بشه که مثلا برنج ایرانی مثلا بشه 15000 تومان 17000 تومان اینها، اما نکته‌ای که وجود داره که پس دولت میتونه واردات مدیریت بکنه. من مثال میخوام برای شما بزنم. ببین دولت قرار نیست کاری به اون معنا انجام بده که بخواد عرض کنم که وارد ماجرای تولید بشه. دولت قاعده گذاری درستی انجام بده. خیلی مثال ساده بزنم، یک کاری خوبی که سال گذشته صورت گرفت این بود، ما مازاد محصولات باقی داریم، مثلا تو محصول مثل سیب و طبیعتاً موز هم انقدر تولید نمی‌کنه. موز یکی از میوه‌هایی است که ما نیاز داریم، همیشه هم وارد می‌کنیم، چند صد میلیون دلار هم همیشه داریم وارد می‌کنیم موز اینها، و سیب هم داریم، خیلی‌هاش هم میمونه رو زمین و ما نمی‌تونستیم بفروشیم اینها رو. دولت قاعده گذاشت کسی می‌خواد واردات موز انجام بده بعد سیب صادر بکنه. الان شما برید رقم صادرات سیب رو در سال گذشته نگاه بکنید، به شدت رشد کرده، مشکل با تامین موز هم پیدا نکردیم ما. پس ببین قواعد میتونه اتفاق بیفته، لزوم نداره دولت بره شرکت صادراتی بزنه. دولت با همین قاعدهش یه شرکت صادراتی برای مثلا حوزه سیب ایجاد کرده، به خاطر اینکه اگر این پایدار بمونه، البته این پایدار میشه. آره این پایدار بمونه، این قاعده گذاریه، حالا شاید نگیم نظارت و این حرفا، این قاعده ایه که شما هر جا قرار بدی خود به خود اتفاق میفته، اصلا نیاز نداره دیگه نظارت هم بکنه. به نظرم بزرگترین کاری که دولت کرده اینه که تونسته این
قاعده گذاری یا این قوانین رو که گذاشتی اینا رو ضمانت اجرایی واسش تو ایجاد کنه. دقیقاً مشکل ما این نیست که قانون نداریم، مشکل اینه که اول از یه طرف قوانینمون قوانین کاملی نیستن، حالا میتونیم بگیم به مرور حل میشه، ولی مشکل اساسی اینه که ما همین قوانین اندکی هم که تو کشور داریم یا قوانین ناقصی هم که داریم خیلی وقتا اصلا همین ها هم ضمانت اجرایی ندارن. یعنی این دقیقاً همون بخش هایی که میگیم غیر قابل نظارت هستن از این همین قوانین اندک هم بری هستن، یعنی اصلا حس نمیکنن این قوانین وجود داره و باید اونو بر اساس این قوانین، یا اینکه این قوانین قرار کلیت جامعه واسش سعادت یا خوشبختی کل جامعه رو تامین کنه. من فکر میکنم نگاه کردن جدا بودن بخش های حتی اینطور بگم، من فکر میکنم مهمترین اتفاقی که باید داخل کشور ما بیفته اینه که دولت یک خودش یکم بره عقب‌تر، اعتماد کنه به بازار. مطمئناً این اعتماد به این معنی نیست همه قرار سود ببرن. از طرف دیگه مهمتر از این اینه که قانون اجرا بشه. یعنی اگر قانون و همه کسایی که دارن در برابر دارن فضای اقتصادی ما کار میکنن از این قانون در برابر این موازی مساوی باشن واسه اجرای این قانون، یا در این صورتی که میتونه یه شرایطی به وجود بیاد که حالا بعد از چند سال به یه تعادلی برسیم که این تعادل میتونه ادامه پیدا کنه. درسته. آقای موسوی فرد، حالا اشاره شد به بحث‌های مختلف و بخش‌های مختلف، ولی توی کلیت بحث حالا کشاورزی توی حوزه‌های مختلف خود این نقش دلال‌ها هم یه نقش به نظر من نقش ویژه‌ای هست، حداقل توی مطالبات کشاورزان حوزه‌های مختلف این رو خیلی میشنویم. میخوام سوالمو اینجوری بپرسم که چقدر منافع اقتصادی افراد خاص دخیله، چقدر اینها مؤثره؟ ببینید قطعاً بی اثر نیست. من اعتقادم اینه که اگر حوزه‌ای رو در اقتصاد کشور میبینیم که بدیهیه و مسئله حل نمیشه، حتما بدونید که نفعی وجود داره که اون حوزه اصلاح نمیشه. مثال برای شما بزنم، ما میدونیم که الان 2,570,000 خونه خالی در کل کشور وجود داره، عدد بسیار عظیمیه و میلیارد دلاری سرمایه روی زمین خوابیده. در همین شهر تهران 500,000 تا خونه خالی وجود داره، اما چرا این خونه ها پر نمیشه؟ چرا هیچ قاعده ای حاکم نمیشه که این خانه ها پر بشه؟ مثال مصداق احتکار دیگه، الان یک کسی توی این کشور روغن احتکار بکنه سری بازرسی میرزه سرش و انبارشو پلمب میکنه و اموالشو ضبط میکنه. اما توی این کل این کشور توی همین شهر تهران 500,000 تا خونه خالی احتکار شده، در حالی که حجم بسیار زیادی تقاضای مسکن وجود داره و دولت مجبور شده بره مثلا در خارج از شهر یه چیزی به نام مسکن مر بسازه با اون کیفیت که ملت بره اونجا ساکن بکنه، در حالی که خونه خالی وجود داره. ما قانون می‌نویسیم که مالیات از خونه‌های خالی گرفته بشه که مالکان این خونه‌ها یا خونه‌شون رو اجاره بدن یا خونه‌شون رو بفروشن، اما شخص وزیر مسکن ما نامه می‌زنه به مجلس میگه این قانون رو در بیارید. شما با چه معادله‌ای می‌تونید بچینید ببینید که چرا همچین درخواست صورت میگیره؟ من میگم خب حتما یه اتفاقاتی افتاده و احتمالاً یه ضرر وجود داره برای یک عده که این درخواست صورت میگیره، کما اینکه شما ببینید نقش سنگین انبوه‌سازا اونجا هست که لابی میکنن که اتفاق صورت نگیره و الی آخر. و عرض کنم که دلال‌های مسکن، بنگاه‌های مسکن و تراست‌هایی که تو حوزه مسکن تو رخ داده نکته درستی، اما تو حوزه کشاورزی بله دلالان بسیار بزرگی تو کشور وجود دارن. من مثال به شما بزنم، یک سال کشاورزی یک منطقه بزرگ، یعنی محصول پرتقال یک منطقه بزرگی از جنوب کشور رو یک نفر خریده بود و سالش هم به شما بگم متوجه میشید که اصلا قیمت پرتقال به شدت رفته بود بالاتر، از که 10,000 تومان قیمت پرتقال رفته بود بالا، فقط به خاطر اینکه یک نفر تونسته بود این کار بکنه. همون کار دولت میتونست انجام بده. یعنی دولت نمیتونه، دولت سرمایه یک دونه آدم رو نداره. میخوام مثال بزنم ها، میخوام به لحاظ قدرت اشل قدرت مثال به شما بزنم. خب چرا اون دلال ارزم رو شما نمیتونه جلوش گرفت؟ اصلا سیستم امنیتی ما کجاست؟ یعنی دستگاه اطلاعاتی ما کجاست که میتونه همچی آدمی همچی کاری بکنه، بازار یک کشور رو توش اخلال بکنه؟ درست. ممنونم از هر دو بزرگوار، فکر کنم بحثمون خیلی بحث خوبی بود و کاش فرصت بیشتری داشتیم و این بحث رو ادامه میدادیم.
از هر دو میهمان تشکر میکنم و با دو میهمان عزیزمون خداحافظی میکنم. اما بنده در بخش بعدی به اضافه مستند همچنان همراه شما خواهم بود. خب برنامه این هفته به اضافه مستند هم به پایان خودش رسید. شاید شما هم با من هم عقیده باشید که مستند حراج بزرگ یک تلنگر بزرگ میتونه باشه، هم برای مسئولین و تصمیم گیران در کشور که بیشتر به فکر حمایت از نیروی کار ایرانی باشن و هم به خودمون که به فکر این حمایت باشیم و جمعهای خانوادگی و دوستانمون رو از این به بعد بیشتر با چای ایرانی رونق بدیم. از شما دعوت میکنم که نظرات و پیشنهادات خودتون رو درباره این مستند و درباره بحث کارشناسی برنامه این هفته ما با ما در میون بگذارید، از طریق شبکه‌های اجتماعی و از طریق سامانه پیامکی برنامه به اضافه مستند که 30855 هستش. فایل کامل برنامه امشب رو هم شما میتونید از فردا از سایت شبکه مستند سیما دریافت بکنید. خیلی ممنونم از همراهی شما. تا هفته بعد با یه قسمت دیگه از برنامه به اضافه مستند با شما خداحافظی می‌کنم.